روند تفتیش حدود 23,000 صندوق رای همچنان جریان دارد. اما تا حال خبری از شروع روند ابطال آرای تقلب شده وجود ندارد. تیم اصلاحات و همگرایی سد پیش روی این روند را مشکل بر سر جزئیات شرطنامه ابطال آرا می داند. اما تیم تحول و تداوم می گوید این کار کمیسیون مستقل انتخابات است. امیدوار هستیم که امروز بعضی جزئیات کوچکی که در او شرطنامه و یا ای که روند کاری از او مانده بود باقی، امیدوار هستیم امروز به پایان برسه. اما قسمی که تعهد خود کمیسیون مستقل انتخابات است، خب ستاد دیدگاه ما موافق هستیم امروز کمیسیون کار کمیسیون است. زمانی که کمیسیون اعلان کرد شما خود در جریان بودید. اما در اینجا کمیسیون مستقل انتخابات بر گفته های قبلی اش تاکید دارد، گفته هایی که شروع نشدن روند ابطال آرا را ناشی از مسائل فنی وانمود می کند. این حقیقت نداره. سافت‌ویری که به خاطر ابطال آرا در نظر گرفته شده تقریبا نهایی از دیروز یک مرتبه عملا تست شده و امروز یک پرزنتیشن برای خود کمیسیون مستقل انتخابات در موردش داده میشه و به زودترین فرصت این سافت‌ویر آغاز به کار میکنه. دیدبان انتخابات افغانستان اما نگران توقف فرایند کار کمیسیون مستقل انتخابات است. فرایندی که چند بار دیگر هم به خاطر عدم حضور یکی از دو دسته انتخاباتی متوقف شده. تا زمانی که دو تیم از خود انعطاف نشان ندن و توافق نکنن، ما فکر نکنم که اینا بتانن با خواسته هایی که سرش پافشاری بکنه در نتیجه زو بتانیم فائق بیایم برای اینکه یک طرز عمل ایجاد کنیم. اول اینا باید انعطاف پیدا انعطاف نشان بدن، توافق کنن، بعد از او پروسه طرز عمل ابطال آرا میتونه که نتیجه بده. این دیدبان همچنان تصریح میکند که چرخ کار از دست کمیسیون مستقل انتخابات بیرون رفته است و کار روزانه تفتیش آرا هم به گونه غیر مستقیم توسط دو دسته انتخاباتی مدیریت می شود. بله، به نام خدا و عرض سلام، وقتتان بخیر. روند تفتیش آرا راه حل مناسب برای تمیز و تفکیک آرای سیاه از سفید در نظر گرفته شده بود و کار ویژه و هدف اساسی این تفتیش هم جداسازی آرای تقلبی و مشکوک از آرای واقعی و درست مردم افغانستان. اما تا کنون این روند و این تفتیش به هدف اساسی و نهایی خود نرسیده، یعنی از ابطال آرا خبر در دست نیست. دیدگاه ها و گفته هایی که در گزارش آمده بود شما شاهد این موارد بودین، اما دیدگاه و نظریات ستادهای انتخاباتی در این نظر در این نقطه چیست؟ اساساً اساس اختلاف و چگونگی مواردی که ستادهای انتخاباتی و دقیقاً کار کمیسیون را به کندی مواجه ساخته چه نکات و چه مواردی است در برنامه امشب به بحث و بررسی میگیریم. من هم در غفری میزبان این بحث هستم و شما ایزان را به این برنامه خوش آمدید میگویم. مهمانان عزیز به این برنامه دعوت شدند و حضور یافتند آقای محمد ناطقی، عضو ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات همگرایی، و همچنان آقای طاهر زهیر، برنامه‌نگار از تیم تحول و تداوم، در این برنامه دعوت شدند اما تاکنون در بحث با ما نپیوستند. آقای ناطقی اینجا حضور دارند و بحث را بهشان آغاز میکنیم. آقای ناطقی به بحث خوش آمدید. سلام. میشه در نخست وضاحت ببخشین چرا تاکنون به ابطال آرا ستادهای انتخاباتی و یا روند تفتیش تاکنون به ابطال آرا نرسیده؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. همونطور که همه مردم ما در جریان هست، بر اساس یک توافق سیاسی در 21 سرطان، یک در دو بخش در واقع توافق شد، در بخش تکنیکی و در بخش سیاسی. و در بود تکنیکی کارهای بسیار زیادی صورت گرفتن، الان همون کارها جریان دارن. مشکلی که در اون زمان پیش آمده بود بود سیاسی قضیه بود، که در بود سیاسی قضیه تیم‌ها حاضر نبود به صورت جدی بحث بکنن و هر کسی هم می آمدن در این میسا مسئله سیاسی رو مطرح میکرد و اگر این نکته رو مطرح میکردن که توافق سیاسی 21 سرطان در واقع دو بخش داره، بخش تکنیکی و بخش سیاسی، بخش سیاسی رو هر تیمی که مطرح میکرد بلا فاصله این شایبه یا این اتهام به او زده میشد که بله این شکست را پذیرفته، الان دنبال جای در حکومت بعدی است. بله. در این حد بود سیاسی قضیه پایین آمد، تقلیل یافت و تنزل یافت، واقعا کار نادرستی بود، در حالی که توافق 21 سرطان هر دو بخش را یا هر دو باند را روش تاکید داشت. اما در بود تکنیکی که الان شما سوال کردین، در بود تکنیکی کارهای زیادی صورت گرفتن و ناظران ملی و بین المللی الان بالای 1000 نفر در کمیسیون اونجا حضور دارن، از
ناظران جام جهانی هست، از تیم ها هست و یک بخش نیروی بسیار کارکشته در اونجا حضور داره. این در ارتباط با در مورد تفتیش آرا هم بالای شاید 5-6 هزار صندوق الان تفتیش شده باشه، اینا اینم همین به می روان پیش میره. در مسئله لوایح، دو تا لایحه لازم داشت، بود تخنیکی که هر دو لایحه هم تایید شده، در واقع هر دو لایحه هم ساخته شده، منتها لایحه تفتیش آرا که به او شاخصه ها میگیم، در مورد لایحه تفتیش آرا که همون 16 فقره است که شما بارها روش بحث کردید، اون ظاهرا نهایی شدن و هر دو تیم توافق دارن و ملل متحد و همه گفتن که شاخصه های تفتیش همین 16 تا فقره یا 16 تا ماده هستن که به نام شاخصه های تفتیش از اون نام گرفتن میشه. اون هم چی شد؟ در ارتباط با لایحه ابطال آرا و این مسئله یک مقدار ابهامات درش هست. حالا دلایل این که الان چرا تفتیش به نتیجه خود که همون ابطال آرا باشن نرسیده، فکر میکنم دو سه تا دلیل عمده در این رابطه باید باشه. بله، این دلایل تکنیکی است. می‌کنیم الان یکی از دلایل همون دلایل تکنیکی باید باشه، به این معنا که اصولا ملل متحد چون در حقیقت این مدیریت میکنه این جریان را و کمیسیون ها به خاطر همون به اصطلاح ضعف مدیریتی که از خود نشان دادن و این انتخابات به این وضع کشیده شد، دلیل عمدهش خوب همین مسائل کمیسیون هاست که نتونستن جلوی دخالت ها و اینا رو بگیرن. ملل متحد در شرایط حاضر این تفتیش را، این پروسه بزرگ تاریخی را که در دنیا بی‌نظیر است، یعنی تفتیش تاریخی در افغانستان که آقای جان کری هم گفتن که بزرگترین تفتیش در دنیا در مورد یک انتخابات صورت میگیره، روی از این جهت یک لایحه را، لایحه ابطال را ملل متحد تهیه کردن با عنوان معیارهای ابطال یا لایحه ابطال که شما رسانه ها از او به نام کارشیوه میگین که حالا نمیدونم چقدر دقیق است، ولی ما لایحه میگیم. یک لایحه را اینا ترتیب دادن و او را به عنوان به اصطلاح لایحه ابطال اینا در نظر گرفتن، منتها این لایحه از نظر هر دو تیم ملاحظاتی درش داشت، هم تیم تحول و تداوم ملاحظاتی در اون لایحه داشتن که دادن یا ندادن. بله. ولی تیم اصلاحات همگرای 5 تا ملاحظه یا 5 تا نکته را در اون رابطه بیان داشتن که این ملاحظات ما باید در نظر گرفته شود. این ملاحظات رو ما در اختیار ملل متحد، نمایندگی ملل متحد گذاشتیم و اونا در طی یک اعلامیه رسمی این مسئله را گفتن. البته حاصل گفتگوها و مذاکرات خیلی گسترده بود. اونا در یک اعلامیه رسمی به این مسئله اشاره کردن که 5 تا ملاحظه ای که تیم اصلاحات همگرایی داشتن ما اونا را مورد تایید قرار میدیم، در نظر میگیریم، عمل میکنیم. اینا الان بر اساس اینمی لایحه ابطال، بله، باید بخش ابطال یعنی این تفتیش که شده باید ابطال شروع شنه. فعلا کمیسیون مستقل انتخابات مسائل به اصطلاح همون چیر مسائل تکنیکی را یا مسائل به اصطلاح همون تکنولوژی را اینا را مطرح میکنه که صحبت از سافت ویر داره، صحبت از این مسائل داره، کارهای کامپیوتری و اینا شرا آیتی را عمدتا و به هر ترتیب این مسئله که الان باید شوه، یعنی شما اگر تفتیش میکنین، تفتیش تنها برای تفتیش نیست، فلسفه تفتیش ابطال آراست، ابطال آرای درست از نادرست. بنابراین ما باید آرای نادرست را از آرای واقعی مردم جدا بکنیم و او را ابطال بکنیم و رئیس جمهور ما بر اساس آرای واقعی مردم باید اعلام شونه و انتخاب شونه. این مسئله را اینا گفتن، همین نکته را پاسخ نگرفتین. دقیقاً اکنون علت مشخصه که باعث میشه به ابطال آرا تا کنون نرسیدین و یا هم امروز نکات و موارد گرد بدن شده در قبال ابطال آرا چه چیز مشخصا عرض کردم بیان کنید؟ سه تا مسئله را ما اشاره کمیسیون مستقل انتخابات دلایل علمی و تکنولوژی و آی تی رو اینا را میاره.
اما اصل کدام است؟ کدام یک دقیقاً چه نقطه است؟ حرف از اوناست. دیدگاه شما این گونه است، اما اون گونه که در گزارش هم مشخص شد بدون شک کمیسیون مسئله همون مسئله تکنیکی و آی تی به قول شما را مطرح می‌سازد، اما اصل مسئله از دیدگاه شما چی است؟ بعضی از نماینده‌ها از تیم شما اشاره می‌کنند که موانع با همان گفته‌های قبلیشان یکسان است، اما مثلث باز هم کارهای سیاسی خود را دارد و مانع ابطال آرامش. آیا واقعاً این گونه است؟ مجدداً شما تأکید می‌کنید نکات؟ دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات به اصطلاح همون دشواره های آیتی هستن، همون تکنولوژی قضیه را اونطوری که الان آخرین صحبت بله. تیم اصلاحات همگرایی میگه که ما اون لایحه ای که ملل متحد ساخته بود به اضافه این 5 تا ملاحظه ای که اینا داشتن، میگه ما برای این مسائل دادیم، برای این مبنا باید کارا پیش بره دیگه، از طرف از اینا بحثیم. تیم تحول و تداوم هم نسبت به ملاحظات تیم اصلاحات همگرایی شاید ملاحظاتی داشته باشه و اونا یا ایر قبول نداشته باشه یا ملاحظات دیگر را اضافه کنه، به هر حال اونا اختیارشان، یعنی ما امیدوار هستیم که ملاحظات تیم اصلاحات همگرایی را اونا رد نکنند، چونکی نمایندهشان در اینجا خالی هستند. ما انتظار داریم که اونا این رد نکنند، چون این ملاحظات ملاحظات تیمی نیست، این ملاحظات در واقع یک نگاه کلی دارن در ارتباط با مسئله ابطال آرا که شامل هر دو تیم هم میشه، چیز است، یعنی معیارهای بین المللی هستن. اما شما اکنون اشاره میکنین که این موارد و ملاحظه ها رد نشه یا قبلا مشخص شدن نکات را که شما برای ابطال آرا مطرح کردین از آدرس تیم تحول و تداوم رد شده، چیگونه است؟ اینا تیم تحول و تداوم میگه که اونا تاکید میکنه که اونا گفته بودن که ما ملاحظه داریم، ولی اونا تاکید میکنه بر اون لایحه ای که ملل متحد درست کرده. فعلا بحث با تیم تحول و تداوم ما نداریم، اینا با ما بحث نداره. الان اگر ملاحظات اینا دارن و اگر بحث و گفتگو دارن، تیم تحول تداوم باید با ملل متحد صحبت اما بکنه. اما آقای نادقی دیدگاه شما در این و ما هم باید با اون گفتگو شما با ملل متحد چگونه است؟ قبلا آقای یانکوبیش اشاره کرده بود و به نمایندگی از سازمان ملل دفترش اینجا در افغانستان است وجود داره، گفتن که اران خواست تمنایی که از آدرس تیم اصلاحات همگرایی مطرح شده بود ما در این لایحه جایگزین ساختیم. نکات ملاحظات جدید از کجا و چگونه و چرا؟ جدید نه، همون ملاحظاتی 5 تا ملاحظه ای که بود که همزمان با اعلام اون لایحه ابطال که ملل متحد بیرون داد بله. هم تیم تحول و تداوم ملاحظات خراب به اونجا داد، گفت ما ملاحظاتی داریم، و هم تیم اصلاحات و همگرایی 5 تا ملاحظه را در اونجا مطرح کردن و در اختیار از اونا گذاشتن. آیا این ملاحظات قبل از مطرح کردن و یا قبل از اینکه امان ابطال آرا لایحه ابطال آرا مطرح شد از طرف سازمان ملل شما مطرح نساخته بودین با شما شریک نشد؟ قبلا هم مطرح شده بود، عرض کردم که اصلا ملل متحد بر مبنای دیدگاه های هر دو تیم لایحه ساخته، از پیش خود نساختن. پس زمانی که بر مبنای دیدگاه هر دو تیم ساخته، این دیدگاه متفاوت و مجدد شما به چه معنا؟ وقتی اینا اومدن، چون دیدگاه ها خیلی گسترده بود از طرف هر دو تیم، همه از اونا اینا آمدن از مجموع دیدگاه ها به اصطلاح همون یک چیزی را بیرون دادن، اینا هم با ما دادن هم با اونا دادن، همونطور که اعلام شد هم تیم تحول و تداوم گفت ما ملاحظاتی داریم و هم تیم اصلاحات و همگرایی اینا خیلی صریح گفت ملاحظات خرید بله. و گفتن این 5 تا ملاحظه را ما داریم و این 5 تا ملاحظه را باید شما بپذیرین و مذاکرات خیلی مفصل هم شد. این 5 تا ملاحظه چه کار را قرار است بکنه که در لایحه وجود نداره که بکنه؟ این 5 تا ملاحظه در لایحه نیامده، دو تای دیگه شرم منظر ما گرفتن و 3 تا معیار جدی رو که یا ملاحظه جدی رو که تیم اصلاحات و همگرایی مطرح کرده بودن، اونا در تای یک بیانیه ملل متحد، چون گفتم طرف ما و مخاطب ما و گفت طرف هر دو تیم الان ملل متحده بله. اونا در یک اعلامیه، خانم نیلاب مبارز فکر میکنم اگر نامش را اشتباه نکنیم، تا یک اعلامیه گفتن که ما ملاحظات اشاره هم کرده بودن به اون 5 تا نقطه، گفته بودن که ما دیدگاه های ملاحظات تیم اصلاحات همگرایی را گرفتیم و اینا را مورد تایید ما هستن اینا، و ما هم فعلا حرف ما همونه و که الان ملل متحد قراره که ایره مدیریت بکنه اینا بر اساس همون ملاحظات و بر اساس همون شاخصه ها و معیارهای ابطالی که اونا در اختیار دارن، به اصطلاح اونا کارایشون رو، یعنی برنامه ابطال رو شروع بکنه، یعنی این مسئله را نباید به تاخیر. الان دلیلی که مثلا قرار بود از این هفته شروع شه، اگر ما اشتباه نکنیم در بود ابطال قرار بود از ابتدای این هفته شروع شه، ولی خوش شروع نشده، امروز روز دوم سوم است، ولی قول دادن که ما فردا پس فردا این مسئله را آغاز میکنیم و ما امیدوار هستیم که بر مبنای لایحه ابطال، همونطور که بر مبنای لایحه و شاخصه تفتیش
جریان تفتیش به صورت نرمالش پیش مره. البته یک مقدار اشکالاتی هم هست که طبیعی هم هست و همونطوری که در بود تفتیش مثلا به صورت طبیعی پیش میره، در بود ابطال هم کار شروع شنه تا خاطر مردم جمع شنه، چون واقعا مردم نگران این مسئله است. این انتخابات یک انتخابات شد که همه را خسته کردن، یعنی حتی یک حالتی را با وجود آوردن که مردم از این قضیه به سطوح آمدن. نگرانی های مردم همچنان مردم ستادها حق در نظر دارن. نگرانی های مردم هم بر حق است و واقعا جای نگرانی هم هست. این انتخابات تاثیرات بسیار بدی تلخ روی زندگی مردم گذاشتن. ما هم معتقد هستیم، من تا گفتم کار از دست ما خارجه. تشکر. فعلا کار دست ملل متحد هستن، دست ملل متحد هست که اونها باید و کمیسیون البته تحصیلات و شرایط اینا رو باید فراهم بکنه، اینها باید سرعت ببخشه به این مسائل و از چیز مطالباتی که از هر دو تیم داره بخوای از اینا نفر میخوای ما نفر برایش معرفی میکنیم. اگر مشکلات دیگه دارم بگه، اگر مسائل سیاسی هم داره خب بیه مطرح بکنه که دلایل کندی و دلایل این که آرا ابطال نمیشه ایناست. خب اینا رو اونا باید بگه. تشکر از شما. بگ وقفه کوتاه میریم، پس وقفه خیلی زود برمیگردیم. گذاشت کوچک خدمت بیننده داشته باشیم. مجددا به ادامه بحث با آقای ناطقی میپردازیم. به نمایندگی از تیم اصلاحات همگرایی آقای محمد ناطقی اینجا حضور دارن و پیرامون چگونگی ابطال آرا و یا هم تا کنون نرسیدن به ابطال آرا مبتنی بر هدف اساسی تفتیش آرا که میبایست یک میزان از آرای تقلبی ابطال شود که تا کنون نشده میرس کمیسیون و یا هم دو ستاد میرسیدن که تا کنون نرسیدن گفتگوهای داریم. آقای طاهر زهیر هم از آدرس تیم تحول و تداوم معرفی شده بودند که میبایست تا کنون در این برنامه میبودند و حضور پیدا میکردند، اما تا کنون در این برنامه نپیوستند و همکاران تکنیکی اشاره میکنند که معذرت پیش کردن که در بحث حضور نیافتن و حضور نمییابند. این دومین باری است که در بحث پیرامون چگونگی این جریان و گفتگوهایی که در قبال ابطال آرا و تفتیش آرا وجود دارن نکات و مواردی که میبایست تیم تحول و تداوم هم پاسخ بگویند در بحث حضور نمییابند و در آخرین لحظات و پس از آغاز برنامه و برنامه زنده که همین اکنون شما بیننده هستین معذرت پیش میکنن. اما آقای ناطقی یک نکته دیگری که بیننده ها میخواین بدانن، این تفاوت دیدگاه سگانه نکات و موارد را شما اشاره کردین به شکل وحدت نظر از گفته هایتان وجود داره که میبایست میبود بر چگونگی روند تفتیش و ابطال آرا، اما دیدگاه تیم تحول و تداوم تا آنجایی که در گزارش ها مطرح کردن جدایی از گفته های شما است و یک گونه همسویشان را با کارکرد کمیسیون نشان میده. کمیسیون گفته هایشون گونه اینا هم با همسویی با اونا گفته هایشان اشاره میکنن و به شکل تلویحی اشاره میکنن که تیم اصلاحات همگرایی برای این جریان و برای توقف هایی که ایجاد میشه به قول خود و به باور خودشان به بیان خودشان سنگ اندازی میکنن. آیا واقعا این گونه است؟ خب حالا اونا در غیبت از اون آدم بگه شاید درست نباشه که حرف از خود از اون میشیندم بهتر بود. اونتا مسئله اساسی در اینجاست. ما عرض کردم که این انتخابات ما بود تکنیکیش خیلی مهم است، چون بود تکنیکی پیامش اینه که باید آرای واقعی رو ما از آرای تقلبی پیدا کنیم. بله. چون در این بود انتخابات تکنیکی و کارکرد تکنیکی آره. شما باور اطمینانتون آره. وجود داره کردم. و اکنون باور کردید هم عرض میکنم ما به بود تکنیکی قضیه اعتقاد راسخ داریم و مسئله اصلی ما همین مسئله تکنیکی است و ما به شفافیت باور داریم، به پاکیزگی آرای مردم باور داریم و از طرف دیگه هم معتقد هستیم که یک عده عوامل خیانتکار و مغرض در انتخابات مردم افغانستان اینا خیانت کردن، دست دادن و آرای باطل را آرای تقلبی را وارد کردن. بنابراین تمامی همت همه ما و ای هستن که ما باید آرای مردم را آرای پاکیزه مردم را از درون این چیز پیدا بکنیم. کار البته خیلی سختی، همونطور که عرض کردیم بزرگترین تفتیش در تاریخ انتخابات همی تفتیش آرای انتخابات افغانستان است. اما رسیدن به این هدف چگونه است؟ ناطقی با حدود که 7000 صندوق تاکنون تفتیش شده و هجره تاکنون باطل نشده. چگونه میشه تاکید کرد به این نکته که شما به خاطر هدف جداسازی سفید سیاه به این روند جریان؟ کاملا درسته. این پرسش رو باید پاسخ داده شده که خب شما 7000 صندوق، شاید هم 1000 صندوق هم که تفتیش کردین باید بلافاصله روشن میکردید که این مقدارش باطله، مقدارش درسته. الان 7000 صندوق تفتیش شده، جدا شده، تفکیک شده. ولی اینا ابطال نشده. بنابراین اگر ما پروسه ابطال را بخوابانیم، یعنی اون مسئله را عملی نکنیم، بنابراین این تفتیش هیچ معنی نداره.
تفتیش برای تفتیش نیست. هدف از بررسی این بود که ما به اون هدف اصلی برسیم که او در واقع ابطال آرا یا اون آرای پاکیزه مردم هستن. بنابراین در شما سوال کردین که در بعد تکنیکی چقدر باور دارین؟ ما در بعد تکنیکی بسیار بسیار باور داریم و خیلی هزینه هم کردیم و خیلی سرمایه گذاری هم کردیم و به خاطر که بعد تکنیکی به صورت درستش حرکت بکنه اینا چند مرتبه اعتراض هم کردیم. این باور را کم تفصیل بدین، باورتان این که بعد تکنیکی جواب دقیق بده یا نه آن کسانی که بعد تکنیکی را جریانش را چرخش را میچرخونن با اونا باور دارین؟ این نقطه با ملاحظه اون مسئله است که بارها حتی رکود و یا هم فاصله گرفتن از کمیسیون ها همین نقطه را میرسن. باورمون به این اساس است که الان بعد تکنیکی زیر نظارت به اصطلاح مراجع ملی و بین المللی در حرکت است و ما خودمون در اونجا هستیم. ما یک نیروی بسیار عمده رو در اونجا وارد کردیم و به دقت نظارت میکنیم و اینا در جریان. رسانه های ما در اونجا حضور دارن، نهادهای بی‌طرف حضور دارن، به اصطلاح ناظرین بین المللی در اونجا حضور دارن، خود ملل متحد حضور دارن و خود کمیسیون در اونجا حضور دارن. مجموعه مؤلفه ها و عناصر ما رو به این نتیجه رساندن که همونطوری که بعد تفتیش و تفکیک آرا بالاخره به صورت طبیعی حرکت میکنه، البته خیلی واکندی، در بعد ابطال آرا هم ما دچار مشکل نباشیم. گرچه همونطور که شما روش تاکید دارید و ما هم روش تاکید داریم، در مورد ابطال آرا یک مقدار امکان داره که ما وقتی شروع شونه یک مقدار بالاخره سوالات مطرح شونه. ما امیدوار هستیم که ملل متحد به درستی یه مدیریت بکنه، چون تمامی مسئله الان در میدان از اونهاست. اونها به درستی با این به اصطلاح حالا اصطلاح ورزشی با این توپ به درستی باید اونها بازی بکنه و به درستی مدیریت بکنه، چون تمام مسائل الان به میدان از اونها و روی میز از اونها گذاشته شده. اونها به درستی مدیریت بکنه که بعد ابطال هم، یعنی به اصطلاح بعد ابطال هم مثل تفتیش بالاخره بدون نقاش و بدون جدال اینا پیش بره. اما آیا نشانه های وجود داره که سازمان ملل و نماینده سازمان ملل و یا کسانی که دخیل در این جریان از آدرس نهادهای بین المللی هستند، روان و روش و جریانشان طوری است که نزاکت های عدم رفتارهای بی‌طرفانه دیده شده یا تاکیداتی که اکنون دارین تا کنون دیده نشده که پس از این باشه؟ ما سوالی که داریم فقط در مورد کمیسیون داریم. کمیسیون واقعا بی‌طرف نبود و نیست و نخواهد هم بود. کمیسیون یک رقم ساخته شده، یک رقم شکل گرفته که آدم به بی‌طرفی از این شک میکنه، گرچه خودشان هم با قرآن 13 قدم سوگند یاد کرده که ما بی‌طرفیم، ولی اینا ثابت کردن که بی‌طرف نیست و یک بخش از اشکالات از اینا برمیگرده به همون ضعف مدیریتی از اینا. این اشکالات به اونا وارد است. آقای ناطقی، اکنون یک نکته مشخص دیگر پاسخ بگیرم. میخوایم یک نکته را پاسخ بگیرم. با این اشاراتی که مجددا اشاره کردین که تاکنون هم کمیسیون نمیتونه بی‌طرف باشه و همچنان کندی روند تفتیش و همچنان این که تاکنون پس از تفتیش حدود 7000 صندوق به ابطال آرا نرسیده، آنچه هدف اساسی تفتیش بوده. یک گمانه و یک تحلیل دیگه هم مطرح از میان مردم، اون این که از اونجایی که پیامد برونداد این انتخابات همین دو مسئله است، تکنیکی و سیاسی، تاکیدات مردم این گونه است، باور اکثریت این گونه است که همه موارد و همه فشارها روی مسئله روی سیاسی است که شما به من تفاهم سیاسی، اعلامیه مشترک و توافق و موارد دیگر برای کسب قدرت هر دو تیم تلاش دارند و این جریان تفتیش آرا یک جریان نمادین و سمبولیک است که فقط مردم را سرگرم ساختن. آیا این گونه نیست؟ برعکس، من همونطور که در اول هم عرض کردم، خب یه نکته را اشاره میکنیم سریع میرسیم به این گپ. در مورد بی‌طرفی همونطور پیشتر عرض کردم که کمیسیون بی‌طرفی خیر ثابت نتونست، حالا دلایلش واقعا اینا بی‌طرف نبود یا ضعف مدیریت داشت. به همین دلیل عوامل دیگه داخل شدند در مسئله انتخابات که اون عوامل، مجموعه اون عوامل و عناصری به اصطلاح دخیل در مسئله پروسه تفتیش ابطال را با شما اشاره کردیم، تکرار نمیکنیم. ملل متحد هست، نهادهای ملی هست، ناظران بین المللی هست، ناظران تیم ها هست و لوایح اینا هستن که اینا مجموعه عوامل هستن که دخالت کردن. اگر ما کمیسیون ما بی‌طرفی خرا، استقلال خرا و واقعا صلاحیت و توانایی و ظرفیت خرا نشان میدادن، ما احتیاجی به این عوامل متعدد دیگه نداشتیم در اینجا. اما در ارتباط انتخابات، همونطور که عرض کردم پیشتر به شما که بر اساس اون توافق سیاسی در 21 سرطان همین مسئله دو بعد داشت یا دو شاخه داشت.
ما بود تکنیکی از این خیلی سنگین کردیم، ولی بود سیاسی از این اصلا همونطور که پیشترم عرض کردم در حاشیه گذاشته شده بود و به صورت متوازن حرکت نمیکرد بود تکنیکی و بود سیاسی. برای اساس بود که بود سیاسی به طور کلی در حاشیه گذاشته شده بود. با آمدن آقای جانکری و قبلش البته اون موافقت نامه مشترک یا موافقت نامه که در سه فقره تهیه شد اینا که زمینه‌ش همون به اصطلاح توافق سیاسی 21 سرطان هست، این موافقت نامه با زمینه خود امضا شدن الان توسط رهبران هر دو تیم امضا شدن. در شرایط فعلی هر دو تیم هم تلاش داره، تا هنوز هم نشده که یک کمیته مشترک را چون اونجا اعلام کردن بله. یعنی در همون کنفرانس خبری روز جمعه هر دو تا تیم و دکتر صاحب عبدالله دکتر صاحب اشرف غنی احمدزاده اعلام کردن که ما یک کمیسیون مشترک سیاسی میسازیم برای تعقیب و برای تحکیم و برای پیگیری همین موافقتنامه مشترک. ما میخوام یک برنامه بسیار بسیار تفصیلی را بر اساس همون ارزش‌های قانون اساسی و بر اساس همین توافقاتی که شده یک برنامه مفصل حکومت وحدت ملی را ما میخوایم تعیین تدوین بکنیم و تهیه بکنیم. برامی اساس از طرف تیم اصلاحات و همگرای الان تمامی افراد نیروهای ما مشخص شدن، گروه تماس البته هست بین هر دو تیم، اینا کار میکنه و ما امیدوار هستیم که سر از فردا تیم تحول و تداوم هم افراد را معرفی بکنه و هر دو تا تیم بالاخره یک کمیسیون مشترک رو ایجاد بکنه و این کمیسیون مشترک بعد دیدگاه های هر دو تیم رو بیارن در ارتباط با مسئله سیاسی قضیه و حکومت وحدت ملی، برنامه ها و جزئیات حکومت وحدت ملی را اینا چیه روش توافق بکنه، یعنی اون نقاط مشترک. البته هر دو تیم دیدگاه ها داره در مورد قرائت های مختلف یا روایت های مختلف از حکومت وحدت ملی داره، دیدگاه ها رو باید ما جمع بکنیم. این دیدگاه ها مسئله تکنیکی از جدای از اون مسئله خیلی خلاصه پاسخ بگین نکته را که اکنون در قبال ابطال آرا و رسیدن به این ابطال که مجدداً تکرار میکنیم که هدف اساسی این تفتیش است و شما هم تبیین کردین چه کار باید شود، چه کار باید بکنین که آرای سفید از سیاه جدا شود. دو مسئله ما هیچ دیگه بحث زیاده نیست. ما از ملل متحد میخواهیم بر اساس لایحه ابطال و بر اساس ملاحظات هر دو تیم بالاخره برنامه ابطال را سر از فردا شروع بکنه. ما این خواستی ماست، یعنی لایحه در لایحه همه موارد گنجانیده شده باید حالیت شده یا انوز هم اختلاف نظر وجود داره؟ نه ما ملاحظات خرا دادیم، تیم تحول تداوم ملاحظات خرا داده و اگر اونا حرف و حدیث هم داره برو یخن ملل متحد رو بگیره. در مجموع ملاحظات و دیدگاه های هر دو تیم به اونا داده شده و اونا هستن که بر اساس ملاحظات هر دو تیم بالاخره برنامه ابطال رو باید اونا شروع بکنه. برنامه ابطال باید از فردا شروع شود. چرا به تاخیر مفته؟ دلیل تاخیرش رو همونطور که پیشتر ما و شما صحبت زیاد کردیم نباید بیشتر از این به تاخیر مفته. سپاسگزارم آقای ناطقی. هدف تفتیش همین ابطال آرا. تشکر آقای ناطقی از حضورتون در این بحث. بله و دلایلی که از آدرس تیم تحول و تداوم می باعث پاسخ داده می شد برای اینکه ابطال آرا چرا به تاخیر افتاده و چه دلایلی وجود داره که تاکنون هر دو تیم موافق نشدند تا ابطال آرا صورت بگیره و مسئله ای که هر دو تیم همیشه ادعا دارن که باید رای سفید از سیاه جدا شود چرا تاکنون این گونه نشده. به نمایندگی از تیم تحول و تداوم آقای طاهر زهیر معرفی شده بودن به برنامه اما تاکنون با ما در این برنامه نپیوستند. آخرین لحظات از حضور در برنامه عذرخواهی کردند. تا برنامه بعد در حفظ الله باشید. خدا نگهدارتون.